با شناخت خداوند روح القدس صلیب مسیح منجی جهان ریزد فراوان آرامش جان از محبت خداوند عیسی در سرزمین ایمان عشق خدا فراوان نور مقدسش باد بر پایه های ایمان در سرزمین ایمان عشق خدا فراوان نور مقدسش باد بر پایه های ایمان. با درود فراوان خدمت همه شما بینندگان بسیار عزیز و گرامی عرض کنم خدمتتون، چه افتخار بزرگی نصیب همه ما شده که در شب تولد خداوندمون عیسی مسیح میتونیم این برنامه رو تقدیم شما عزیزان بکنیم به مناسبت تولد خداوندمون عیسی مسیح، تولدی که ما نیز از او تولد یافتیم. واقعا پرجلال باد نام قدوسش. پس برنامه پایه‌های ایمان هستش و به ساعت شما عزیزان 8:30 شب، به ساعت انگلستان 5 بعد از ظهر و بار دیگر با همکار عزیزم الناز خانم که اینجا تشریف دارن و تیم پایه‌های ایمان با تمامی قلب و وجود این کریسمس، این تولد خداوند رو به شما عزیزان تبریک عرض می‌کنم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و کریسمس رو بهتون تبریک میگم، تولد این عشق ابدی که بوده، هست و خواهد بود. همینطور خیلی خوشحالم که خداوند این موقعیت رو در اختیار ما قرار داد که در چنین شب مهم و عزیزی شما عزیزان رو خدمت کنیم. همینطور به شما برادر میلتن عزیزم سلام عرض میکنم و کریسمس رو بهتون تبریک میگم. منم همطور که عرض کردم در ابتدا به شما هم تبریک میگم و خیلی خوشحال هستم به خاطر اینکه معمولا در تولد خوشحالی میکنن، درسته؟ بله بله. اونم تولده که خداوندمون عیسی مسیح زنده. پس بر شما هم خانواده شما هم مبارک باشه. ممنونم، سپاسگزارم. خب دوستان عزیز، لازم خدمتتون بگم که این برنامه به صورت ضبط شده هست و متاسفانه از دریافت تلفن‌های مستقیم معذوریم، اما شما میتونید کماکان پیام‌هاتون رو برای ما بفرستین و در برنامه هفته آینده ما به اونها میپردازیم. اما همونطور که مشاهده میکنید در پایین صفحه گیرنده هاتون راه‌های ارتباطی با برنامه خودتون رو میتونید مشاهده کنید، اما من برای سهولت کار یک بار دیگه شماره تلفن‌ها و راه‌های ارتباطی برنامه رو براتون خواهم خوند. برای ارتباط مستقیم با برنامه میتونید با شماره تلفن 20442728069832 با ما تماس بگیرید. همینطور میتونید پیام‌های صوتی و نوشتاری خودتون رو از طریق تلگرام و واتساپ به شماره تلفن 20357999937772 بر ما بفرستید و پیامک‌های موبایلتون رو میتونید به شماره تلفن 20447480 63 51 24 با ما به اشتراک بگذارید. سپاسگزار ناز عزیز و خیلی ممنون برای این اطلاع رسونی. و یادمون باشه 24 ساعت در طول هفته، هر آن هر ثانیه هم شما میتونید تماس مستقیم با خود خداوند داشته باشید. نه موبایل نیاز داره، نه هیچ. میدونید چی نیاز داره؟ قلب نیاز هست. با قلبتون میتونید با خداوند صحبت کنید و بذارید که او در قلب شما ساکن بشه. و طبق ساختار برنامه که داریم برای پایه‌های ایمان، در آخر برنامه هم دعایی رو خواهیم داشت، دعای اعتراف. چقدر عالی خواهد بود که شما امشب اتفاقا خودتون رو بسپارید به خداوندمون عیسی مسیح و هیچ وقت یادتونم نخواهد رفت و خواهید گفتش که من در شبی که تولد خداوندمون عیسی مسیح بود خودم رو سپردم به خداوند. پس سعی خواهیم کرد که نهایتا در آخر برنامه این دعا رو با هم دیگه داشته باشیم. سپاسگزار همه شما عزیزان. بسیار عالی، خیلی خوب. فقط لازمه که یک بار دیگه ذکر کنم که دوستان عزیز، این برنامه به صورت ضبط شده برای شما پخش میشه و به صورت زنده نیست، اما شما همچنان میتونید پیام هاتون رو برای ما بذارید. دوستان عزیزم توی اتاق فرمان و پشت صحنه پیام های شما رو دریافت میکنن و حتما تو برنامه هفته آینده به اونها خواهیم پرداخت.
آمین آمین به فیض خداوند. اما الناز عجب شبی نه؟ بله واو. اصلا هر چند سال بسیار خوبی نداشتیم بله. و دیگه همه دنیا میدونن برای چی نداشتیم ولی همه یه طرف، ولی امشب جای خودش رو داره به خاطر اینکه درست مصادف شده با شب تولد خداوندمون عیسی مسیح زنده، نوری که در زندگی همه ما قرار داره. میدونید که نور تا زمانی نوره که منبع خاموش نباشه، و چون که او هرگز خاموش نخواهد شد، این نور در راستای زندگی شما و من میتونه بتابه. عزیزان این خیلی مهم هستش امشب به این موضوع توجه کنیم. اما اجازه بدید من و انداز با هم دیگه صحبتی در رابطه با تولد و اینا داشته باشیم که کمتر کسی من دیدم راستش روز تولدش خوشش نیاد. مثلا بعضی هم اتفاقا روز تولدشون یادشون میره ولی بعد هم میگی بابا تولدت فلان، خوشحال میشن. هرچند ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم که 100%، یه نسبی شاید افرادی هم باشن که از روز تولدشون خاطرات خوبی نداشته باشن. حتی ما ببینیم در انبیا هم این وجود داشته. به عنوان مثال ببینیم الیای نبی، نه ببینیم که چقدر اذیت بود گویا از اوضاع احوال، حتی روز تولدشون لعنت میکنه. خیلی عجیبه. خب به هر حال حق حقوقای خودشو داشته. اما به نظر میرسه که والدین هم در اون روز به خاطر این فرزندی که ثمره زندگیشون بوده خوشحال هستن، نه؟ بله. پس روز تولد خوشحالی هستش. ولی سوال من از شما حالا انداز عزیز بپرسم، چون بینندگان عزیز ما نیستن که ازشون بپرسم، از شما بپرسم چرا برای تولد باید شادی کرد؟ به نظر من یکی از بارستن دلایلی که وجود داره برادرمیتن عزیز اینه که وقتی که یک خانم و آقا با هم دیگه تشکیل خانواده میدن، یه جوری به دنیا اومدن فرزند یا فرزندان ثمره زندگی اونها و زندگی زناشوییشون محسوب میشه. و یکی دیگه از دلایلی که میتونه داشته باشه اینه که برای ادامه نسلشون و زنده نگه داشتن نام خانوادگیشون، خب این مرحله خیلی مرحله مهم محسوب میشه. دقیقاً. اتفاقاً بعضی خیلی روی این مسئله حساسیت خاصی دارن، مثلا نام خانواده رو خیلی عالی فرمودید، من دیگه جرئت نمی‌کنم شما بپرسم. ولی واقعیتش هم جالبه که همون پدر مادر چه نقش خوبی رو دارن که میتونن لذت زندگی کردن رو به فرزندانشون یاد بدن. به هر حال ما بدون پدر مادر که نمیتونستیم به این دنیا بیایم، ولی حالا که به دنیا اومدیم پدر مادر میتونن لذت این زیبایی هایی که خداوند آفریده رو یاد بگیرن، درسته؟ در اون پروسه‌ای که خودشون دارن پیش میرن، و یا اون محبتی رو که ما داریم میگیم خدا محبته، اون محبت رو به فرزندان بدن و اون محبت رو از فرزندان به خودشون بگیرن. اتفاقا امروز من در یک شخص عزیزی فوت کرده بود، بعد دخترش برای مادرش نوشته بودن که مادر جان چقدر تو رو سپاس میگویم از اینکه تو نمیخوابیدی ولی ما میخوابیدیم، تو گرسنگی میکشیدی، ما چقدر عالیست، این محبت رو میدی و محبت میگیری. پس نشانه های تولد و زیبایی اون همونطوری که شما هم فرمودید از اونم هستش که بله با به فیض خداوند اون خانواده باشه که خاطرات خوبی رو داشته باشن. اما یه پرسش هایی برای من هستش وقتی که نگاه میکنیم به خود خداوندمون عیسی مسیح، آیا این چیزهایی که ما میگیم برای عیسی مسیح هم صدق میکرده؟ بعضی وقتا میگیم آخه مثلا آیا واقعا اونجا بود که این محبت رو دیگران هم به اونشون بدن؟ ما خیلی تشنه محبتیم. آیا او هم خانواده به جا گذاشت؟ صحبت از نسل داریم میکنیم. آیا خب میدونیم که عیسی مسیح ازدواج نمیتونست بکنه، و نه که نکرد، نمیتونست بکنه، او خداونده، ولی آیا خانواده به جا گذاشت؟ آیا از خودش نسلی گذاشت؟ آیا او از به دنیا اومدن لذت برد یا اینکه ما خیلی کارهای بد کردیم؟ آیا او محبت رو دید یا محبت کرد؟ بسیاری من فکر میکنم برای اینکه بتونیم جوابهای خیلی درستی به این سوالات و مفهوم تولد و جشن بدیم، بهتره که بریم سراغ همراه همیشگی برنامه، کارشناس محترممون. این سوالات رو با ایشون در میون بذاریم و ببینیم که به چه چیزهایی میرسیم و چه تعلیمات و برکاتی امشب میگیریم. پس اگر موافق باشیم با همدیگه بریم ببینیم که کارشناس محترم برنامه امشب ما چه شخصیتی هست و موضوع برنامه چی هست. Thank you.
دوستان عزیز، همونطوری که مشاهده کردین کارشناس برنامه امشب ما خانم شمیرای دانیل عزیز هستن با موضوع پیام کریسمس و خیلی خوشحالیم که امشب با ما در استودیو تشریف دارن. خواهر شمیران عزیز سلام، خیلی خوشحالم میبینمتون، کریسمستون مبارک و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. خیلی ممنون الهاز جان، منم خیلی خوشحالم، عصرتون بخیر و خیلی واقعا خوشحالم در این شب واقعا عالی. این افتخار نصیب همه ما شده که بتونیم هم عزیزان رو و هم خداوندمون رو خدمت بکنیم در این شب بسیار مخصوص. همینطور درود میفرستم خدمت شما بینندگان پایه‌های ایمان و خیلی خوشحالم در این شب مهمان خونه‌های گرم شما هستم. شاید بعضیاتون الان شام کریسمس رو دارید میخورید، شاید بعضیاتون دارید آماده میشید برای شام کریسمس، شاید بعضیاتون خوردید تموم شدید، ولی منم کریسمس رو تبریک میگم و میلاد عیسی مسیح رو، میلاد این نجات دهنده رو به تک تک شما عزیزان تبریک عرض میکنم و امیدوارم کریسمس بسیار خوب و شب بسیار خوبی رو داشته باشید. آمین. تولد خداوندمون عیسی مسیح تولد وجودی است. آمین. پس منم وجود خداوند رو در وجود شما تبریک میگم و کریسمس رو خدمت شما تبریک عرض میکنم شمیران عزیز و خوشحال هستم که بار دیگه خداوند فیض بخشیده و در چه شب عالی و زیبایی همه با هم میتونیم در خدمت همدیگر و همچنین عزیزانمون باشیم. پس خیلی خوش اومدید به استودیو. خیلی ممنون، تشکر میکنم. خدا رو شکر، خدا رو شکر. خواهر شمیران عزیزم، اول که ممنونم خیلی به خاطر این موضوع جالبی که برای امشب با توجه به مناسبت انتخاب کردیم، پیام کریسمس. میشه زحمت بکشین برای ما و بینندگان عزیزمون توضیح بدین اولین پیام کریسمس چی میتونه باشه؟ حتما الناز جان، من چون مخصوصا در چنین روزهایی که ما داریم به سر میبریم، اتفاقا میبینی در تمام دنیا کریسمس رو مسیحیان و حتی بعضی جا غیر مسیحیان نیز جشن میگیرن و در این روزها در این ماه میبینی تزیینات قشنگ، شهرها چقدر قشنگ میشه، خونه ها چقدر قشنگ میشه، مردم تزیین میکنن، جشن هست، بالاخره هدیه دادن گرفتن هست و شام خوب هست. عزیزان امشب شام رو خواهند خورد و همه ما شام کریسمس رو خواهیم داشت و متاسفانه بعضی موقع فقط اون معنی و مفهوم کریسمس در این چیزا مثل این که دیده میشه و اون معنی واقعیش رو مثل این که کمرنگ شده، مردمون رو از دست دادن، یعنی نمیدونن واقعا برای چی دارن کریسمس میگیرن. بعضی کشورهای میگن حتی مسیحی نیستن ولی نمیدونن، رخت و تزیین میکنن، میذارن به هم دیگه هدیه میدن زیر کریسمس، پر میبینی هدیه است ولی معنی و مفهوم خودش رو از دست داده. ولی برای ما ایمانداران اگه واقعا بخوایم این ایام از این شادی این واقعی استفاده بکنیم و این شادی رو حتی به دیگران به گونه ما هدیه بدیم، پیشکش بدیم در این کریسمس، باید معنی واقعی کریسمس رو، پیام کریسمس رو دریافت کرده باشیم خودمون که بتونیم اون رو به دیگران بدیم. در چه خیلی مهمه و این پیام واقعا ابعاد مختلفی داره، پیام کریسمس ابعاد مختلفی داره، از جهت‌های مختلف میشه نگاش کرد. من یادم سال گذشته باز همین شب یک پیامی دادیم که از جهت‌های مختلف به اون نگاه کردیم و اینقدر وسیعه و اینقدر آیه در عهد عتیق و عهد جدید در این مورد اومده در مورد تولد عیسی مسیح که واقعا هر کدوم از اینا در جای خود هم جای تحقق و تفکر دارن و هم پیام مخصوصی به همه ما میرن. پس نرچه خیلی مهمه این پیام بپردازیم که امشب بدونیم واقعا وقتی که جمع شدیم خانواده ها و اینقدر در دنیا قوغاز چه پیامی کریسمس برای ما میتونه داشته باشه. و اولین پیام رو میخوام بدم شما کردی، اولین پیام کریسمس چی میتونه باشه؟ اولین پیام کریسمس پیام قدرت محبت خدا و عشق خدا نسبت به ماست. پیام عشق خدا نسبت به ما انسان ها، نه فقط ما، همه انسان هاست. یعنی این عشق همه، یعنی عرض و طولش همه دنیا رو من فکر کنم گرفته. قدرتی که در مسیح اتفاقا جلوه کرد قدرت محبت خداوند می باشد، قدرت عشق خداوند می باشد. خدا در کریسمس با محبت و عشق سراغ ما اومد، اون محبت واقعی رو، اون عشق واقعی رو، او را واداشت که به پای صلیب بره و جانش رو بده. یعنی اینقدر محبت داشت. اتفاقا در متا باب یک آیه حالا آخر آیه های آخر رو نگاه کن، 21 مخصوصا میگه قبل از اون وقتی که یوسف میفهمه که نامزدش حامله است و میخواد در خفا اون رو
طلاق بده یا جدا بشه، فرشته بهش ظاهر میشه میگه نه ترس، چیزی که در رحم او قرار گرفته از خدا، از روح القدسه. و او میگه پسری خواهد آورد و نام او را عیسی خواهی نهاد، زیرا که امت خیش را از گناهانشان خواهد رهانید. پس میبینید که پیام عشق، کسی میاد که امت خودش رو از گناهانش میخواد برهانه. و به نظر من عشق زیباترین احساسی یک انسان میتونه تجربه بکنه. بله. یعنی عشق دلیل وجود همه ماست، بدون عشق اصلا نمیشه زندگی کرد. و این عشق رو خدا در کریسمس برای ما نشون داد. و میخوام حالا یه مقدار بپردازیم به واقعا عشق واقعی چه کارهایی در زندگی ما میکنه، چرا خدا این عشق رو نشون داد، عشق چه کاری میکنه. و عشق واقعی البته، چون هر عشقی این کارها رو نمیکنه. بعضیا دم از عشق میزنن، از عاشق بودن میزنن، ولی این کارهایی رو که باید عشق واقعی انجام بده میبینید در زندگیشون اصلا دیده نمیشه. ولی در این شب، در چنین شبی، خداوند اون عشق واقعی خودش رو برای همه ما نشون داد. و اون اولین کاری که عشق میکنه، عشق پیش قدم میشه، منتظر نمیمونه که طرف مقابل براش کاری انجام بده. برای همین خالق ما نیز در کریسمس پیش قدم شد. بله. و پیش قدم شد که فاصله‌ای که بین ما و اون بود اونو از بین ببره. پیش قدم شد برای اینکه اون عشق واقعی خودش رو برای ما نشون بده. پیش قدم شد که راه مصالحه ما رو با خدا باز بکنه. آمین. چون گناه باعث شده بود که ما راه ارتباطمون با خدا قطع بشه، و این عشق وادارش کرد که پیش قدم بشه و این راه مصالحه رو باز بکنه. پیش قدم شد که گناهان ما رو ببخشه. او اول پیش قدم شد. ما گناهکار بودیم، ما باید معذرت خواهی میکردیم، ما باید یه کاری میکردیم برای بخشش گناهانمون، ولی او پیش قدم شد. این عشق او را واداشت که پیش قدم بشه. پیش قدم شد برای نشان دادن این عشق و محبت حتی تا پای صلیب. در عمل پیش قدم شد که این محبت رو در عمل نشون بده. در ما انسان ها شاید خیلی دم از عشق میزنیم، ولی در این قدم ها اصلا هیچ کدوم پیش قدم نمیشیم و این رو نشون نمیدیم. پیش قدم شد برای اینکه بهای فدیه جان ما رو بپردازه. وقتی صحبت از فدیه میشه، اون موقع غلامی رو که میخواستن بخرن، اون فدیه جانش رو میدادن که از آن خودشون. خدا پیش قدم شد که این کار رو برای ما بکنه، اون فدیه جان ما رو بده، جانش رو بده. پیش قدم شد که اون خدای واقعی رو برای ما بشناسونه، به تمام کمال برای ما بشناسونه. پس ببینید در چه چیزایی این عشق او رو واداشت که پیش قدم بشه که اون عشق واقعی رو برای ما نشون بده. امشب سوال ما در این شب عالی که شب کریسمس جشن میگیریم، ما چقدر حاضر هستیم برای این عشقی که این همه برای ما فداکاری کرده؟ ما چجوری میتونیم این عشقمون رو در خیلی چیزا میتونیم پیش قدم بشیم، امسال کارهایی رو باره او انجام بدیم. و امشب من فکر کنم بهترین شبیه که تصمیم بگیریم که ما پیش قدم بشیم امسال، که من میخوام، خداوند این کارها رو کرده، من میخوام پیش قدم بشم و این عشقم رو برای او ثابت بکنم و نشون بدم در عمل که چجوری او برای من نشون داد. بسیار عالی، واقعا ممنون. با توضیحات خواهر شمیران آدم همینطوری که هر جمله رو گوش میده قلبش میلرزه که چطور یک خداوندمون میتونه انقدر دلبر باشه، انقدر کارهای زیبا و بزرگ انجام بده. یعنی اگر آدم به عمق این جملات فکر کنه و به عمق مفهوم عشق فکر کنه، اصلا نمیتونه فرزند بدی باشه. فقط فکر کنم لازمش اینه که ما هر روز اینا رو با خودمون تکرار کنیم و یادآوری کنیم که واقعا خداوند چنین کاری رو برای ما انجام داده. ممنونم از توضیح کاملتون. دقیقاً، به خاطر اینکه مهم این هستش که این رو درک بکنیم، طوری که شما خیلی خوب اشاره فرمودید. وقتی که میگیم هم خدا محبته، یعنی عشقی که مساوی محبته عشقه، عشقی که مساوی دوست داشتن باشه به نظر من اون عشقی که شما فهمیدید نیست. نه. چون امروز این رو دوست داری، فردا اون رو دوست داری، خیلی چیزا رو میتونی دوست داشته باشی نداشته باشی، ولی محبتی که جان خود رو فدا میکنه. نه، خدا خداوندمون و خودمون در کلام میخونیم، میگه محبت بیش از این نیست که انسان جان خود رو برای دوستانش
بدهد. و وقتی که هم که بینندگان عزیز، وقتی که ما میگیم خدا محبت مهربانه، نمیدونم اینی یعنی چی، یعنی باید یک چیز را آخه کرده باشه. عشق یعنی عمل، و در عمل خدای کتاب مقدس میبینیم که عیسی مسیح را فرستاد و او به خاطر شما و من. اصلا ما نمیدونستیم کی هستیم، خودمون کی هستیم، و حتی اصلا خودمون هم شاید دوست نداشته باشیم، ولی او از ازل، از ابد، از اون ابتدا تو ما رو دوست داشته و برای همین هم آمده جانش رو داده. به قول غزل غزلها 8:6 میگه که محبت مثل مرگ، مثل موت زوراور، قدرت دارم، طوری که شامیران هم به این مطلب اشاره کردم. و من مطمئن هستم که پیامی رو کریسمس در یکی دوتا تموم نخواهد شد، نه؟ آیا باز پیام دیگه هم داریم در این مورد؟ دقیقا من صحبت گفتم عشق در از چند جنبه میخوایم نگاه. شما اشاره کردید به ما انسان ها محبت عشق در عمل. میدونی ما انسان ها شاید حرفشو خیلی میزنیم و عمل کم میکنیم. من یادم از کسی میشنیدم گفت شبش، حالا دوستش، دوست پسرش، نامزدش، میگفت عاشقتم، برات میمیرم، واقعا عاشقانه تو رو دوست دارم، و صبحش پیام میده که تموم شد همه چی بین ما شما. این عشق ما انسان هاست. ولی چیز دومی که عشق انجام میده، همین عشق واقعی، اینه که عشق بها میده. یعنی کسی که محبت و عشق واقعی داره، حاضره برای عشقش، برای کسی که عاشقشه، هر بهایی رو بده، هر بهایی رو بده. میخواد این بها حتی به قیمت جونش تموم بشه. چقدر داستان ها در مورد عشق شیرین فراد و نمیدونم چیزای دیگه، داستان الان یادم نمیاد، چقدر داستان های زیبایی هست. چقدر این عشق های واقعی که جان خودشون رو در راه اون معشوقشون دادن، و این کار رو خداوند برای ما در کریسمس انجام داد. این عاشق واقعی اون بها رو پرداخت، اون بهایی رو که ما پرداخت که ما رو از آن خودش باشه، بهای عشقش رو برای ما، برای مخلوقاتش پرداخت. او به دنیا آمد، بهای آزادی ما رو پرداخت. ما آزاد نبودیم، ما بنده و غلام گناه بودیم، ولی اومد ما رو آزاد کرد، بهای آزادی ما رو از غلام بودن گناه پرداخت و ما رو فرزندان خدا کرد. چه بهای عالی برای ما پرداخت که امروز ما میتونیم در چنین شبی خودمون رو فرزندان خدا بدونیم، خودمون رو نزدیک به خدا بدونیم. چرا؟ چون اون بها رو خداوند پرداخت. او بهایی رو که حتی برای قربانی شدن ما برای خدا لازم بود، باید خدا قربانی میداد برای بخشش و گناهان ما، که جا خودش رو داد. اون بها رو مسیح پرداخت برای خدای پدر. ما برای قربانی باید چیزی رو پرداخت میکردیم برای قربانی گناهانمون، ولی اون آمد به خاطر این عشق واقعیش، این بهای قربانی رو ما رو پرداخت. پس میبینید که عشق بها میده و این بها رو برای او داد، جان خودش رو، هر چی که داشت، بیشتر از جان دیگه میگه کسی محبت بزرگتر از این ندارد که جان خودش رو در اول یوحنا به جهت دوستان بده، و این کار رو مسیح برای ما انجام داد. پس میبینید عشق برای بها داره. ادامه بدم بعد عشق چه چیزایی داره؟ آخه صحبتش اینقدر خوبه. آره، آدم دوست داره همش گوش کنه. همونطوری که شما فرمودید، آره، از یادم اونقدر قدیمام یه آهنگی بود، نه بدون عشق نمیشه زندگی کرد، یه همچین چیزی بود، شاید شما یادتون نره. آره، از اون آهنگای قدیمی ها که با من هستن میدونن، که بعدن اگه یادتون باشه بفرستید رو پیامک برامون بدونیم. نمیدونم شما بگید، آخه من میخواستم بیشتر این رو بشنوم در رابطه با عشق. مثلا این نکته که عشق واقعی بها داره، بها میده، واقعا چقدر آدم حاضر هستش برای اون عشق بها بده. من تو پارانتز خیلی سریع بگم، خب معمولا اونایی که جوونن عاشق هم دیگه میشن، طبیعیه که جوونی بالاخره اندام، صورت، این اون، ولی عشق واقعی اینه که در پیری هم همون بها رو بده، نه فقط در جوانی، نه فقط در زمانی که صورت‌ها خیلی شفاف و عالی و حالا هرچی، ولی عشق واقعی هیچ وقت نگاه نمی‌کنه به وضعیت، نه به مسائل مختلف دیگه. شما الان جان موافق هستید که ادامه بدن؟ شما میرم. بله دقیقاً، من خیلی مشتاقم که بشنوم، چون هر کدوم از ابعاد این تعریف عشق به عنوان پیام اول کریسمس انقدر جالبه و انقدر احساس میکنم جای بحث داره. بله، که میگم کاش که وقت بیشتری داشتیم، جای 90 دقیقه میتونستیم 900 دقیقه راجبش صحبت کنیم. پس من خیلی مشتاقم که بشنوم از شما. واقعا همطور که میگید، واقعا در ابعاد عشق، اگه عشق واقعی، البته ما عشق انسان ها، اگه این همه شعرها و کتاب ها نوشتن، به نظر من در مورد عشق خدا خیلیه. یک شعری هست در
فکر کنم یکی از این کشورها نوشته، میگه اگه همه درختان همه برگا بخواد کاغذ باشه، همه دریا مرکب باشه و همه درختها قلم بشه، درختها قلم باشه، بخوان در وصف عشق خداوند بنویسن، باز کمه. اگه در رابطه عشق انسانی این همه کتاب ها نوشته شده، شعرها گفته شده، بعد چقدر بیشتر در رابطه با عشق خداوند. و بود دیگه عشق اینه که عشق قربانی میده، قربانی میکنه، از بالاخره برای عاشق از وقتش، از استعدادش، از ثروتش، از همه چیزش، داراییش، همه چیز، جوونیش رو میذاره به پای هم، پیر میشن، جان خودش رو میده. عشق عشق واقعی قربانی میخواد. و این عاشق واقعی ما اومد از آسمان، راه آسمان رو به زمین اومد. یک سرود انگلیسی خیلی قشنگه، میگه از آسمان به زمین اومد، از زمین به صلیب رفت و جان خودش رو داد و باز به آسمان رفت و باز خواهد اومد. این عشق اون رو وادار کرد و حاضر شد تک تک که به خاطر ما، اگه من مطمئنا یک نفر بودیم امشب در این دنیا به خاطر اون عشق واقعیش، به خاطر اون یک نفر هم میومد و خودشو قربانی میکرد. عشق واقعی قربانی میده، اون وجودشو قربانی کرد. در کریسمس جسم پوشید، خود خدا جسم پوشید و اومد که خودش رو قربانی گناهان من و شما بکنه و خودش رو فدا بسازه که ما رو امروز از آن خودش بکنه. یک گفته زیبایی خیلی قشنگ میگه، میگه زیباترین ستایش ها نثار کسیست که گناهان و کاستی و لغزش های عاشقش رو بدونه ولی باز او رو عاشقانه دوست داشته باشه و حاضر باشه جانش رو به خاطر این عاشق بده. به نظر من زیباترین وقتی که خدا لغزش های ما، گناهان ما، ضعف های ما رو میدونه ولی عاشقان ما رو دوست داره. پس این زیباترین ستایش ها باید نثاری همچین شخصی باشه که علی رغم تمامی اینها جانش رو برای ما داد و عشقش رو برای ما ثابت کرد. چقدر زیباست در چنین شب اینقدر این عشق رو بدونیم و ما نیز تمام عشق و وجود خودمون رو نثاری همچین عاشقی بکنیم که حاضر شد برای ما قربانی رو بده. واو، خسته نشدی شما؟ در این جشن آخه خیلی مطالب، همطوری که الناز عزیزم فرمودن، انقدر مطالب هستش در این راستا که آدم خیلی از هر جهت میتونه نگاه کنه. شما اشاره کردید به نوشتن، خیلی در مورد عشق نوشتن، اما خود عیسی مسیح خودش عشقه، خودش وجودش عشقه. چون ممکنه کسی که نویسنده است برای عشق مینویسه، فقط مینویسه دیگه، حالا کتاب شعری بنویسه، کتاب عشقی بنویسه، ولی خود عیسی مسیح از هر جنبه نگاه میکنی عشق هستش واقعا. شما اشاره جالبی کردید، خود نویسندهایی بودن که در رابطه عشق شعر گفتن و کتاب نوشتن ولی متاسفانه خودشون از عاشقشون جدا شدن و حتی نتونستن به بچه‌هاشون عشق بدن، فقط در وصفش سخن گفتن. ولی خدای ما اومد، کلام خدا میگه در اعمال او زندگی کرد و بعد تعلیم داد. عشق رو زندگی کرد و بس گفته، محبت رو زندگی یعنی زندگی کرد در عمل و بعد گفت محبت. پس حالا اینکه اینطور شد، شما هم داره این انرژی هستید. قبل از اینکه بریم یه ویدیو نگاه کنیم، میخواد یه مورد دیگه هم بفرمایید؟ بفرمایید. قسمت آخر بود عشق رو نگاه کنیم. عشق واقعی پایدار و همیشگیست. شما اشاره کردید، مانده گفتید تا آخر عمر مردمی که عاشق هم هستن، واقعا عشق پایدار و همیشگیست. معمولاً عاشقان بعد از مرگ هم میبینید مثل همون روز اول اون عشقشون پایداره. افرادی بودن که حتی همسرشون، زنشون، شوهرشون سالها فوت کرده ولی تا آخر عمر هنوز به اون عشق پایدار وفادار هستن، موندن، همون عشق بوده، عشق دیگه نبوده. و او اومد در جسم این عشق رو برای ما نشون داد، راه آسمان رو گفتم اومد و 2020 ساله لاغل 2020 سال، چند سالم قبلش اگه بگیم تاریخو گذاشتن، 2020 سال عاشقانه داره مخلوقش رو خدمت میکنه، دوست داره، دعاشو میشنوه، شفا میده، آزادی میده. 2020 سال عشقش رو در عمل داره ثابت میکنه، با همون عشق هنوز کم نشده، با همون عشق رفت به آسمان، گفت میرم برای شما جایی آماده میکنم و با همون عشق، همون عشق اول، هیچ چیز در این عشق کم نشده، با همین عشق باز برمیگرده که ما رو ببره با خودش. آمین. در آسمان. و میخوام در قبل از این که خسته شدم، شعری از مولانا است، بالاخره کریسمس شب کریسمس، بدون شعر نمیشه گفت. از مولانا است، در رابطه با کریسمس، در رابطه با عشق مولانا گفته این شعر رو که با قلب من خیلی نشست. گفتم چرا برای
خداوندمون در این شب، در این شب مخصوص که با هم هستیم، این شعر عشق رو نگوییم. و خیلی جالبه، من فکر کنم تمام این مطالبی که در بود عشق نگاه کردیم در این شعر نهفته است. میگه ای که میپرسی نشان عشق چیست، عشق چیزی جز ظهور مهر نیست. عشق یعنی مشکلی آسان کنی، دردی رو از درماندهی درمان کنی. در میان این همه غوغا و شر، عشق یعنی کاهش رنج بشر. عشق یعنی گل به جای خار باش، پل به جای این همه دیوار باش. عشق یعنی تشنه‌ای خود نیز اگر، واگذار آب رو بر تشنه تر. عشق یعنی دشت گلکاری شده، در کویری چشمه جاری شده. عشق یعنی ترش را شیرین کنی، عشق یعنی نیش را نوشین کنی. هر کجا عشق آید و ساکن شود، هر چه ناممکن بود ممکن شود. نجات ما ناممکن بود و همه کارها و زندگی تلخ ما رو شیرین کرد، واقعا کویر زندگی ما رو به چشمه تبدیل کرد. بر همه این بودا نگاه کنید، در این عشق، در این شعر. بس وقت که خودم خوندم بسیار خوشم اومد، گفتم بجاست برای خداوندمون بخونیم که این عشق رو برای ما در این شب برمغان آورد. و خدمت عزیزانم این شعر که بتونیم در این شب واقعا لذت ببریم از این عشق واقعیمون. مرسی که این شعر رو آوردید، خیلی ممنون. شکر، واقعا شکر برای وجودتون، شکر برای این پیام زیبا. چون نمیخوایم خواهر شمیران رو خیلی خسته کنیم، میریم با هم دیگه یک موزیک ویدیو بسیار زیبا به اسم آرامی خدای ما از آلبوم شادی کریسمس، کار برادرم داریوش و ماریای عزیز رو میبینیم و دوباره برمیگردیم. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز. برای دوستانی که از این لحظه به جمع پیوستن، باید بگم مهمان عزیز برنامه امشب ما خانم شمیران دانیل عزیز هستم با موضوع پیام کریسمس. کریسمستون هم دوباره مبارک. ما خیلی خوشحالیم، امیدواریم که شما هم بسیار بسیار خوشحال باشین.
و به عشقی که خداوند به شما داده به عنوان اولین پیام کریسمس افتخار کنید، واقعا ببالید به خودتون. خواهر شمیران عزیز، ممنون به خاطر پیام اولتون، عجب پیامی بود. بله. خیلی لذت بردیم. واقعا ممنون و من مشتاقم که باز هم راجع به پیام‌های کریسمس از شما بشنوم. حتما الناجان، گفتم از بوت‌های مختلف، یعنی واقعا از هر طرف نگاه کنی پیغام برای ما داره. پیام دیگه کریسمس پیام امید و اعتماده، پیام بشارت خبر خوشه. بله. و این رو در لوقا باب دعای 10 وقتی که فرشته به شبانان میگه ما ترسید، اینک بشارت خوشی عظیم به شما میدم که امروز برای شما در شهر داوود نجات دهنده که مسیح خداوند باشد متولد شد. و مخصوصا این پیام برای حال و روز الان ما در این شرایطی که هستیم چقدر میتونه عالی باشه. در شرایطی که هستیم، شاید وقتی که آدم به شرایط نگاه میکنه ناامید میشه، وقتی که به شرایط نگاه میکنی شاید ترسا میاد، ولی پیام کریسمس امشب برای ما خبر خوش رو آورده. خبر خوش این که ما ترس برای تو نجات دهنده متولد شد. آمین. نه ترس، امید داشته باش. و الان واقعا در این شرایط ما نجات دهنده احتیاج داریم. و اگه ما مثلا مثال بزنم، اگه ما امروز یک بدهی خیلی خیلی بالایی داشته باشیم، پول کلانی رو مقروض باشیم و یکی واقعا بیاد این بدهی ما رو بده، چه شادی عظیم برای ما خواهد بود، چه واقعا خبر خوش خواهد بود. یکی بیاد بگه که ببین قرضای تو پرداخت شده، واقعا خبر خوشه. و برای کریسمس دقیقا همچین خبر خوشی برای ما آورد که تمام قرضایی که ما برای خدا داشتیم پرداخت شده، تمام بدهی‌ها پرداخت شده. و خبر خوش همیشه برای با خودش امیدواری میاره. یعنی خبر خوش برای هیچ کسی من فکر کنم ناامید کننده نیست، از اسمش هست خبر خوش. و در کریسمس این خبر خوش برای ما هست. خبر خوش این که نترسید، برای شما نجات دهنده است. و شاید خیلی عزیزان امشب همین برنامه رو نگاه میکنن، در سختی ها، مشکلات، ناراحتی ها هستن. بله. ولی خبر خوش کریسمس اینه که نترس، من با تو هستم. خبر خوش اینه که امروز او به دنیا آمده که اون عشق رو به ما نشون بده، اون ترسای ما رو برداره، ناامیدیای ما رو برداره و به جاش به ما امید ببخشه. اتفاقا اینجا هم یه گفته زیبایی میگه، میگه در کنار کسی که تمام ترسا، نگرانیات، تلخیات، مشکلات و ناامیدیات رو بخچه میکنه و دور میندازی، بدان که اون عشق واقعیه. یعنی واقعا این عشق واقعی، این خبر خوش اینه که باز همین عشق واقعی اومده و امروز به من شما میگه نترس. آدم در کسی که واقعا عاشقشه و پشتیبانشه هیچ وقت احساس ترس نمیکنه، میدون کسی رو داری. کریسمس به ما این رو دقیقاً داره میگه که نجات دهنده به دنیا اومده، نترس. اگه در تنگی هستی، نجات دهنده به دنیا اومده. اگه در مشکل مالی هستی، امشب نجات دهنده به دنیا اومده. اگه در مشکلات روح روانی هستی، نجات دهنده به دنیا اومده. اگه در مشکلات حتی بیماری های جسمی هستی، نجات دهنده به دنیا اومده، شفا دهنده به دنیا اومده امشب. و اگر همین الان عزیزی هست در چنین شرایطی هست، فکر میکنه ناممکنه، میگه هر جا عشق آید ناممکنه ممکن شود. اگر مشکلات روحی هست، مالی هست، بیماری هست، جسمی هست، خبر خوش اینه که نجات دهنده به دنیا اومده. امشب اومده که ما رو نجات ببخشه. از سختی ها، از مشکلات، از ناراحتی، از روابط های شکسته خانوادگی امشب نجات دهنده. خبر خوش اینه و خبر خوش با خودش امید میاره. امید برای ما اینه که نجات دهنده برای شما به دنیا اومده. دیگه ناامید نشید، دیگه فکر نکنید که هیچ چیزی برای شما امید نداره. و از این شرایط کسی هست که شما رو بیرون بیاره، آزاد بسازه. و با این امید ما میخواییم حتی سال جدید رو شروع بکنیم، وارد سال جدید بشیم، با این قدم امید برداریم که کسی با ما هست، نجات دهنده با ما هست. و در این شب این خبر خوش اینه که پیش شما، نزد شما کسی هست که میگه به شما نترس. 365 بار میگن در کلام خدا، میگه نترس، من با شما هستم. برای هر روزمون به این نجات دهنده به دنیا اومده که به من شما بگه نترس و به ما امید ببخشه. چقدر احتیاج داریم. بله. چقدر امید چیز عالیه. امید موتور زندگی ماست. بدون امید نمیتونیم زندگی بکنیم. و این امید به ما هست که میگه نترس. آمین. خدا رو شکر. چقدر باید قدر این خداوندمون رو بدونیم.
با این پیام هاست که بیشتر متوجه میشیم واقعا عیسی مسیح چه کارهای عظیمی برای ما کرده و این پیام و امید رو برای ما آورده. دیگه چه چیزی رو میتونیم از این کریسمس، پیام زیبای کریسمس بشنویم؟ پیام دیگه کریسمس رو میخوام به آیه در اشعیا باب 7 آیه 14 نگاه کنیم. آیه معروفی، معمولا در روز کریسمس این رو میخونن یا سرود به اصلا از این هست. میگه بنابراین خود خدا آیتی به شما خواهد داد، اینک باکر آبستن شده پسری خواهد زایید و نام او را امانوئیل خواهد داد. و پیام های بعدی تمام از این آیه، در یک آیه ببینید چند تا پیام نهفته است. و پیام دیگه کریسمس پیام فعالیت، فاعل بودن خداست، فاعلیت خدا در تاریخ. کریسمس با عمل فعل خود خدا شروع میشه. آمین. یعنی خود خدا میگه آیتی به شما خواهد داد. خود خدا وارد عمل شده، خود خدا فاعل انجام این کار، خود خدا عامل آورنده این عشق و محبت، خود خدا این پیام رو داره میده. کریسمس میخواد بگه که خود خدا سراغ ما انسان ها اومده و این برعکس مذهبه، چون در مذهب معمولا گفته میشه که این انسانه که دنبال خدا میره، این انسانه که خدا رو جستجو میکنه، این انسانه که میخواد خدا رو پیدا بکنه و دنبال اوست، انسانه که میکوشه که او رو خوشنود بسازه، راضی بکنه، خدا ازش راضی باشه، انسانه که باید عشق رو به خدا بده و ثابت بکنه که عاشقشه. ولی اتفاقا پیام کریسمس برعکس این پیامی که در مذهب، چون در کریسمس برعکس میگه، میگه دقیقا نقطه مقابل مذهب رو میگه، میگه در کریسمس خداست که فاعل شده، خداست که عشقش رو ثابت کرده، خداست که به طرف ما اومده، خداست که رضایت خوشنودیش رو در عمل برای ما نشون داده، خداست که تمام اون هویت خودش رو اومده در برای انسان آشکار کرده. و قبل از اینکه بخواد انسان او را جستجو کنه، چون که مذهب میگه این خداست که اومده انسان گم شده رو داره جستجو میکنه که پیدا کنه و بیابه و نجاتش بده. و پیش از اینکه انسان به او عشق بورزه، پیام کریسمس اینه که او خدای عاشق، گفتم او پیش قدم شده و راه صلیب رو برای ما اومده، او اومده. پس کریسمس ما رو وال میداره که عمل خدا رو ما در تولد مسیح ببینیم، خدایی که فعالیت کرده. اگه امروز کسی واقعا عمل خدا رو هنوز ندیده، دست خدا رو در زندگیش ندیده، امشب بهترین شبه که دست خدا رو در زندگیش ببینه، ببینه که خدا چه کاری میتونه بکنه و در این فرصت که این عشق رو واقعا بچشه، بهترین شبه برای چشیدن عشق و محبت خداوند، برای اینکه دست خدا رو آدم ببینه، خدایی که فاعل بوده، خدایی که پیش قدم شده. عشق گفتم پیش قدم میشه، خدا پیش قدم شده و در نتیجه خودش اومده این کار رو کرده. اون فاصله که مذهب میتونست بندازه، شریعت میتونست بندازه، ولی این فاصله رو کم کرد، خودش به سراغ ما اومد و خودش این آیت رو داد و خودش عملی انجام داد. آمین. یعنی قبل از اینکه ما حتی بفهمیم عشق و محبت چیه، خودش اومد. این خیلی عالیه، چون راست میگن شمیران، به خاطر اینکه همه میگن که باشه، تازه هم معلوم نیست که حتما هسته که هممون برگردیم به او، و مثلا افرادی که میبیرن هم میگن این رو براشون که برگردیم به او، ولی او به طرف ما آمده است. پر جواب و نامی سای مسیح، تشکر شمیران، واقعا شکر. داشتم فکر کنم که چقدر موضوع برنامه امشب و برنامه امشب میتونه برای کسانی که میخوان تازه ایمان بیارن یا نو ایمان هستن چقدر مناسبه. و بعد به این نتیجه رسیدم که برای خود منم چقدر پربرکته و واقعا احساس میکنم نیازه که ما هر چند وقت یه بار تمام اینها رو با افتخار به خودمون یادآوری کنیم و بیشتر به عمق وجود این عشق پی ببریم. واقعا ممنون خواهر شمیران عزیز. اما عیسی مسیح خداوند آنقدر وجودش مبارکه، شو. از اسمش، روش زندگیش، تعلیماتش، که از هر کدوم، تو هر کدوم از این ابعاد کلی قطعا پیام وجود داره. اما من میخوام دوباره شما رو خسته کنم، ازتون بپرسم باز هم برامون از پیام‌های کریسمس بگید در ادامه. حتما الا جا، شما اشاره کردید یادآوری اینا برای هممون. شاید من این آیات رو الان 40 خورده سالی که ایمان آوردم، 44 45 سال 45 سال هر بار که این خوندم، ولی هر دفعه که آدم میخونه از یک بُعد خداوند با قلبای ما صحبت کنه، اصلا یادآوریش خود ما، عشق ما رو به خداوند زیاد میکنه، به یاد میاریم که چه
چه محبتی برای ما قائل شده، چه عشقی رو برای ما نشون داده که ما بتونیم عشق خودمون رو واقعا در این شب و از امشب برای سال جدید عشقمون رو واقعا تازه بکنیم. سوری از میگه عشقی تازه در من، عشق تازه‌ای در ما ایجاد کنه، چون عشق او همیشه تازه است، همیشه پایدار، همیشه و یه چیزی که عشق داره همیشه تازه است. هر روز رحمت و عشق و محبت او تازه است. و بعد با این عشق باز میریم برای پیام بعد، پیام دیگه کریسمس، پیامیه که خدا با خدای ما سر و کار داریم در کریسمس که به عهد و وفای خودش عمل میکنه. آمین. واقعا به عهد و وفای خودش عمل میکنه. با یک رخداد تاریخی سر و کار داریم ما. میگه باکره حامل شده پسری خواهد زایید و او را امانوئل نام خواهد. اینو نبوت 700 سال پیش اشعیا میکنه، ولی در شب کریسمس، در چنین شبی، چنین باکری، چنین بچه رو به دنیا میاره و اسمش رو امانوئل میذاره. حالا بعد پس در واقعا تمام نبوت عهدعتیق میبینید، در تمام نبوت هایی رو که در رابطه مسیا مسیح و عیسی مسیح شده بود، پسر انسان، پسر خدا، در چنین شبی در عیسی مسیح عملی میشه. میبینیم نبوتی که 700 سال پیش میگم گفته شده بود عملی شده، عملی که هیچ وقت در تاریخ اتفاق نیفتاده. یعنی هیچ وقت نمیبینیم که در تاریخ باکره بچه به دنیا بیاره بدون ازدواج. واقعا باکره، یعنی در معنی واقعیش باکره بچه بیاره. در لوقا 2:12 میبینید فرشته تا به شبانان علامتی میگه، میگه میرید طفلی رو در قنداقه پیچیده و در آخر خوابیده خواهید. صحبت به طفل میکنه، این بچه کوچیک میکنه. در کریسمس خدا به عهد خودش وفا کرد، به عهد خودش عمل کرد. دست خدا از همون اول با قوم خودش بود، در تاریخ عمل میکرد، از ابراهیم شروع شده. و جالب از همون ابراهیم میبینی در عهد عتیق خدا به او وعده داد که از نسل تو تمامی امتها و قومها برکت خواهند یافت. و خدا در کریسمس اومد همون وعده رو که به ابراهیم حتی داده بود، نه فقط به اشعیا، به ابراهیم داده بود، عملی کرد و تمام نسل بشر از او برکت گرفت، نجات دهنده شد برای همه قوم ها. همه قوم ها امروز برکت رو میگیرن. امروز در نجات برای همه قوم ها بازه در تولد عیسی مسیح. و واقعا در کریسمس بود تولد مسیح، تمام برکت نجات و برکت فیضش و رحمتش این برای همه اومد. یعنی در برای همه بازه، نمیتونیم بگیم برای یک کسی. واقعا تمام قوم ها، تمام نجات ها امروز در نجات برای اونها بازه. و خدایی رو به رو هستیم که نه فقط در طول تاریخ عمل میکنه، بلکه به وعده خودش عمل میکنه. ما انسان ها چقدر قول میدیم انجام نمیدیم، چقدر وعده وعید میدیم انجام نمیدیم. اصلا کارمون اینه، کارمون اینه. چقدر به بی وفایی بعضی موقع به اون اتیکت مارک بی وفایی به ما میزنه، چون واقعا انسان اینه، فراموشکاریم. ولی در کریسمس با خدایی ما روبرو هستیم که به وعدهش 100% عمل کرد. هر چی رو که گفت عمل کرد. شکر. اگه در مورد محبت گفته بود، محبت واقعی رو نشون داد. اگه در مورد عشق چیزی گفت، در عشق رو ثابت کرد. اگه در مورد پاکی و قدوسیت صحبتی در عهد عتیق کرده بود، همه اونها رو در عیسی مسیح نشون داد برای ما. و میبینید که امروز نیست، همون وعدهش برای ما هست. و اگه عزیزی هست در زندگیش هنوز چیزایی رو نگرفته، امشب بهترین شبیه که بدونیم عزیزان وعده دهنده امینه. میگن در کلام خدا 3000 وعده، 2000 عهد عتیق، 1000 تا در عهد جدید. خیلیه، 3000 وعده امروز از آن ماست. اگه وعده داده خداوند که شفا دهنده ماست، کسی که بیمار امشب بدونه این وعده میتونه در زندگیش عملی باشه. اگه وعده داده که من احتیاجات شما رو برآورده میکنم، باید بدونیم امشب اگه عزیزی هست، شاید شب کریسمس داره ناراحتی مشکلات مالیشه، ولی او وعده داده که مهیا میکنه، احتیاجات ما رو مهیا میکنه. پس اون وعده های او رو امشب بهترین فرصت که به یاد بیاریم. چرا؟ چون وعده دهنده امینه. اگه وعده داده انجام میده، اون انسان نیست کلام خدا میگه که به وعده هاش عمل نکنه، بلکه خدایی که به وعده هاش عمل میکنه. پس در کریسمس ما با خدایی روبرو هستیم که وعده دهنده امینه. با خدایی روبرو هستیم که اگه حرفش رو گفت عمل میکنه. میگه او گفت و شد. با یه همچین خدایی که در پیدایش گفت او گفت و شد، در کریسمس میبینیم او گفت
باکر آبستن شده پسری خواهد آورد و شد در چنین شبی به دنیا آمد. پس ما با یک همچین خدای روبرو هستیم و اینه که این خودش برای ما امید میده، امید زنده به ما میبخشه که پس همه وعداش، این 3000 وعده واقعیه و همه این وعداش در زندگی ما میتونه عملی باشه، به شرطی که ایمان داشته باشیم و قبول بکنیم این وعده دهنده امین رو در زندگیمون. پس پیام اینه که خدا به وعده خودش عمل میکنه. خدا انسان نیست، ما با خدا، با تولد خدای در جسم در کریسمس روبرو هستیم. پس امشب وعده هاش رو به یاد بیاریم، اگر احتیاجی میبینیم، اگر احتیاج داریم این وعده ها عملی بشه، امشب بهترین فرصته که بگیم خداوند تو این وعده رو عمل کردی، قادری بقیه وعده ها رو نیست در زندگی ما عملی بسازیم. آمین. شکر واقعا پرجلال بود نامش. ممنون به خاطر این پاسخ کاملتون. ممنونم خواهر شمیر. آمین. سپاسگزار خداوند هستیم و یکی از وعده های عالی و پرجلالش نجات خداوندمون هستش، درسته؟ و در انجیل یوحنا 3:16 همین رو ما میخونیم. و خدا جهان را آنقدر محبت نمود، این آنقدر یعنی همان عیسی مسیح، آنقدر محبت نمود که یگانه خود را که عیسی مسیح باشه فرستاد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد. این وعده است دیگه، تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه چی؟ حیات جاودانی یابد. و وقتی که گفت که میرم روح القدس رو میفرستم فرستاد و جای دیگه در یوحنا میگه دل قوی دارید چون نگران مضطرب نشید، میرم و جایی آماده میکنم و میام. یعنی این وعدهش عالی ترین وعده است که همه ما منتظر اون وعده هستیم که خواهد اومد و ما رو خواهد برد جایی که او باشه ما نیز باشیم. پس تمام وعدهاش امینه. در نتیجه ما با این امید باز هستیم، سالمون رو شروع میکنیم، حالا امسال هر سالی بیاد، ولی چه این ور چه اون ور، چه هر جا باشیم با خداوند هستیم و خدایی که وعدهاش رو نگه میداره و جهان رو محبت کرده. واقعا آمین. سپاسگزاریم خداوند هستیم. و چقدر زیبایی هست در خداوندمون عیسی مسیح، چقدر زیبایی در پیام‌های خداوندمون هست. نه منم وقتو نخورم، نه چیز نکنم، منتظریم همونطور که نازل. منم خیلی مشتاق هستم پیام دیگر بشنویم. بازم پیام داریم دیگه، حتما بفرمه. پیام دیگه چون اینقدر میگم خدا رو پیام هاست. واقعا پیام عالی و مخصوصا در چنین شب این پیام ها ما رو تقویت میبخشه، همونطور که گفتم به ما روحیه میده. شاید هر بود از این پیام امشب برای شخصی پیامی داشته باشه. من مطمئنم پیام خدا، کلام خدا اینجوریه، وقتی که میخونید شاید یک آیه باعث برکت بشه. شاید برای هر نقطه، برای یک شخصی امشب، برای خود من پیامایی وقتی که آماده میکردم پیام داشت. و حتی وقتی که روزا، بهترین روزایی که در این تفکر بگذرونیم که او برای چی به دنیا اومد، تمام این نکات به ما میگه که او برای چی به دنیا اومد. و بهترین شبه. و پیام دیگه کریسمس اینه که پیام سکونت خدا با ماست، سکونت خدا با انسان. باز در این آیه میگه، میگه چی میگه؟ میگه او را امانوئیل نام خواهی نهاد و معنیش چیه؟ خدا با ما. آمین. خدا در طول تاریخ همیشه از وجود و شخصیت خودش سخن گفته توسط انبیا. یعنی انبیا از طرف خدا سخن گفتن، گفتن خدا اینه. من این هفته داشتم کتاب ایوب رو میخوندم و در کتاب ایوب مثلا میگه خدا، ایوب که مثلا خیلی میگن اولین کتاب بود از کتاب‌های تاریخی، ولی در وصف خدا میگه، ولی هیچ کس خدا رو ندیده بده و نمیبینه، الان هم نمیبینیم و هیچ کس از شخصیتون با، ولی در کریسمس این خدایی که ما نمیشناختیم چیه، شخصیتش چی، اومد خودش رو کشف کرد. یعنی پرده از تاریخ کشید اون و خودش رو نشون داد. خدایی که هزاران سال در موردش صحبت میکردن که چی هست، ولی در کریسمس اومد خودش رو نشون داد. خدای ما شد، امانوئیل با ما شد، خدایی شد که خودش رو در دسترس مخلوقش قرار بده، مخلوقش بتونه اون رو ببینه، با اون رابطه داشته باشه، اون رو بشناس. من فکر کنم این اوج مکاشفه خداست، وقتی که خودش رو میخواد باز بکنه. یعنی من فکر کنم مکاشفه اینه که آدم خودش رو هر چی که هست برای شخص دیگه باز بکنه. دقیقاً. یعنی اون اوج مکاشفه یک شخصه که احساسش، عاطفه‌اش، شخصیتش، ارزشاش، باوراشو برای شخص دیگه باز بکنه. و ما انسان‌ها معمولاً شاید اعتماد نکنیم به هم، ولی خدا در کریسمس تمام وجودش رو برای ما باز کرد، با ما اومد بشه، خدای شخصی ما باشه،
خدای نزدیک ما باشه، خدایی که در رسس قرار بگیره، خدایی که در دور دورها در مذهب بود دیگه نباشه، خدایی که میگن خدا میگوید نباشه، میاد خدا با ما صحبت میکنه، با ما زندگی میکنه، در قلب ما ساکن میشه دیگه، در احکامش نیست، اون احکام میاد داخلی میشه، در قلب ما میشه. و چون میبینی کتاب مقدس همیشه به ما میگه که خدا انسان رو آفرید تا با اون مشارکت داشته باشه، و این رو ما این مشارکت رو، این مشارکت و مصاحبت واقعی رو، همنشینی واقعی رو ما در کریسمس میبینیم. میاد خدا امانوئیل میشه، خدا با ما میشه، خدا با ما زندگی میکنه. شکر. و این نوید رو به ما میده، خبر خوش رو میبینه که میبینید در تولد اون محبت خدا، فیض خدا برای نجات بشر اومده، امانوئیل اومده که نجات بده. و پس پیام کریسمس پیام نزدیک شدن به خداست. آمین. نزدیک شدن خدا به ما و نزدیک شدن ما به خدا. ما نمیتونستیم نزدیک بشیم، همینطور که میگم در شریعت ما نمیتونستیم اینقدر به خدا نزدیک بشیم، ولی در کریسمس او خودش رو به برای ما نشون داد. او اومد نزدیک باشه، او اومد با ما باشه، او اومد خودش رو نشون بده. و جالبه شاید بعضیا همین الان که میشنون بگن کفر اگه میشه انسان خدا بشه، اتفاقا این کفره که ما بگیم انسان خدا میشه، میدونی کفر ما بگیم که انسان ها خب میتونن خدا بشن، انسان نمیتونه خدا باشه ولی خدا میتونه انسان باشه. آمین. چون خدا قادر و خودش در کریسمس یادآور این حقیقت بزرگه که خدا انسان شد. و نه فقط ما در کریسمس انسان فقط به عمل خدا، بلکه نه فقط عملش رو میبینیم، نه فقط وعده هاش رو نمیبینیم، نه فقط عشقش رو میبینی، بلکه با خود خدا سر و کار داریم در کریسمس. با خود خدا، ایمانوئیل اومده خدای ما باشه. همینطور که گفتم در عهد عتیق با انبیا صحبت میکرد، ولی الان اومده در کریسمس خودش جسم پوشیده که با ما سخن بگه، خودش خدای شخصی ما باشه، خدای فردی ما باشه، خدایی که با ما سخن میگه، نه من، او در ما زندگی بکنه. و اگر امشب خدای شخصی عزیزی نبود، اگه امروز هنوز اون خدا رو خدای نزدیک نمیشناسیم، اگه اون خدا رو خدای خودمون نمیشناسیم، اون خدا رو خدای مسیحی ها میشناسیم، عیسای مسیحی و مال مسیحی هاست، ولی امشب اومده که خدای من و شما باشه، امشب اومده که خدای تو باشه، امشب اومده که امانوئیل باشه، خدا با ما باشه. و بهترین فرصت در این شب که این امانوئیل رو در قلبمون بپذیریم، در آخر دل ما متولد بشه و این آخر رو عوض بکنه. میدونی وقتی هر جای اون متولد بشه، اونجا دیگه واقعا قابل پرستش میشه. میان ببینید اومدن مجوسیان برای پرستشو در آخر، خدایی که واقعا پادشاه بود. پادشاهان یک سرود قشنگی میگه، میان جان میگیرن پادشاه، ولی سلطان اومد جان خودش رو داد. پادشاه قلب ما باشه. پادشاهی که حتی مجوسیان فکر نمیکردن اون رو در آخر پیدا کنن، اون خدا اینقدر خودش رو فروتن کرد، اون خدا اومد در یک آخر به صورت یک نوزاد که امشب نیز در آخر قلب ما متولد بشه. پس امروز اگر خبر خوش باز اینه، اگه هنوز این خدا رو نمیشناسید، اگه این خدا برای شما خیلی اون دور دوراست، اگه اون خدا قابل دسترس نیست، امشب بهترین فرصته که این فاصله ها در هم بشکنه. امشب اون اومده که خدای من و شما باشه، اومده امانوئیل من و شما باشه، اومده اون فاصله ها رو برداره، اومده خدای شخصی باشه، اومده نجات دهنده شخصی باشه. من فکر کنم عالی ترین چیزه که خدا اومده با ما باشه، خدا اومده در دسترس باشه، خدا اومده که اونو ببینیم، نه فقط بشنویم در مورد اون، با چشمای ما اونو ببینه. وقتی مسیح محبت میکرد خدا رو میتونستیم ببینیم. آمین. بارها به شاگردان گفتن، فیلیپوس میگه پدر رو به ما نشون میده، مسیح چی میگه؟ میگه هر که من رو دیده پدر رو دیده. چرا فکر میکنید مثلا پدر رو ببینید؟ هیچ فرق نیست. چرا؟ چون تمام اون قدرت، تمام اون پاکی، تمام اون قدوسیت که ما انتظار داریم در خدا، اون رو در مسیح، پوری الوهیت رو در اون میبینیم. یعنی خدا اومده که با ما ساکن بشه. من فکر کنم پیام عالی اینه که خدا امشب اومده با ما در زندگی ما ساکن باشه، قابل دسترس باشه، خدای دور نباشه، خدای نزدیک ما باشه، خدا با ما باشه. آمین. با ما بودن خیلی خیلی مهمه. آمین. و در ما باشه. خدا رو شکر.
ممنونم به خاطر این پیام زیباتون و داشتم به موضوع فکر میکردم که چقدر خوبه که ما چنین پدر آسمانی و چنین خدایی داریم، چون در ادیان دیگه میگن خب شما در مورد خدا نباید سوال بپرسید، نباید تفحص کنید، اما خدای ما انقدر زیباست که خودش همه چیز رو برای شناختش میذاره رو میز و کار ما رو خیلی راحت میکنه. و هفته گذشته داشتم با یک عزیز صحبت میکردم که ایماندار نیست و میگم من ایماندار نیستم، به هیچی اعتقاد ندارم، اما برام این جالبه که وقتی که میرم کتاب مقدس رو باز میکنم، وقتی که خیلی ناراحتم نمیدونم چی میشه که میرم کتاب مقدس رو باز میکنم، یه قصهش رو میخونم، خیلی آرامش میگیرم. خدای ما انقدر زیباست که حتی در قلب کسانی که مقاومت میکنم برای شناختش هم سکونت داره و فکر میکنم که این خیلی واقعا جای شکرگزاری داره و واقعا شکر برای وجود چنین خدایی. آمین. حالیه خواهر شمیران عزیز، من میدونم که خیلی هم خستت میکنم، اما دوستان باز هم راجع به پیام های کریسمس از شما بشنوم. پیام دیگه کریسمس، پیام در حقیقت پیام عالی کریسمس اینه که پیام فیض خداست. بله. آوردن فیض خداست. یعنی خدا در کریسمس در حقیقت تولد فیض خداست و در کریسمس ما خدای ما در رو به روی شریعت میبنده. چون من فکر کنم یه سال گذشته بود در برنامه در رابطه با فیض و شریعت داشتیم و کارهایی رو که شریعت میکنه و فیض میکنه و برای من خودم چقدر بعضی موقع میرم سراغ چقدر جالبه. و در پیام کریسمس پیام اینه که در کریسمس خدا در رو برای شریعت بست، چون عملا دید که انسان نمیتونه پاسخگو، نمیتونه قبول بشه، نمیتونه با انجام شریعت خودش رو نجات بده. در نتیجه فیض خود در فیض رو باز کرد. یعنی کریسمس باز شدن در فیض خدا برای ماست، در بخشش خدا. وقتی که به فیض معنیش فیض، بخشش رایگان. بله. بخششی که ما لیاقتش رو نداشتیم، بخششی که ما نمیتونستیم اون رو با اعمالمون انجام بدیم. کلام خدا میگه اعمال شما این قدم، هر عمل خوب شما مثل پارچه کثیفی برای من هست. هر کار خوبی بخوایم بکنیم مثل شریعت ما نمیتونیم اون رو خوشنود بکنیم. ولی پیام کریسمس پیام تولد فیض خداونده، آمدن فیض خداونده، فیضی رو که هیچ کدوم از ما واقعا هیچ کدوم لایقش نبودیم. من لایق این فیض نبودم. یعنی واقعا ما باید مجازات گناهان اونو میداختیم، بهای گناه این جرم رو پرداخت میکردیم، ولی این فیض به دنیا اومد که نجات دهنده برای ما باشه، راه رو برای ما باز بکنه. و همین فیض، اصلا کلمه فیض، تولد فیض نشان میده که انسان قادر، چون با شریعت ما نمیتونستیم خدا رو خوشنود کنیم، انسان قادر به نجات خودش نیست. بله. نبوده و نخواهد. ولی پیام کریسمس اینه که این نجات دهنده به دنیا اومده. فیض خدا امروز شامل حال من و شما میشه. چون وضع خرابه، خبر نامید کننده از همه ما محکوم هستیم. اگه این فیض نبود همه ما محکوم به مزد گناه موته. ما باید این مزد رو پرداخت میکردیم. ولی فیض به دنیا اومد. این خبر باز همون خبر ما، بدون عیسی مسیح هیچ امیدی برای ما نیست. تولد امیده، گفتم تولد فیضه. چون وقتی که برای ما هیچ امیدی نیست، بدون با اعمال ما هیچ وقت نمیتونیم، هیچ موقع نمیتونیم اعمال، درسته کلام خدا میگه اعمالمون باید خوب باشه، ولی اعمال خوب ما باید نتیجه ایمان ما باشه. ما وقتی که ایمان میاریم اون اعمال خوبه که معنی داره. یعنی نتیجه ایمان ما اعمال خوب ماست، نه برای نجات ما. اعمال خوب ما رو نمیتونه نجات بده. ولی کریسمس خبر خوب اینه که خدا در کریسمس فیض رو برای ما برمغان آورده، هدیه آورده برای ما، شکر. بخشش رایگان آورده برای ما. دیگه لازم نیست کوشش کنیم، لازم نیست سعی کنیم، لازم نیست این همه به خودمون زحمت بدیم که بتونیم نجات پیدا بکنیم. بله. لازم نیست که ریاضت بکشیم، لازم نیست که سر کو بریم زندگی بکنیم، لازم نیست که سعی بکنیم خدا رو خوشنود بکنیم. خدا اومده سراغ ما، فیضش رو آورده، در فیض برای ما امروز بازه. اینه که خدا رو شکر میکنیم در چنین شبی، در او برای همه عزیزان بازه، در این فیض. بله. امشب برای هر کسی بازه.
در فیضش برای همه ما بازه، به خاطر اینکه میدونست، خدا میدونست که انسان نمیتونه با سعی و کوشش خودش به جایی برسه. در شریعت امتحانش، یعنی انسان در شریعت امتحانش رو داده بود و مرتب رد شده بود، ولی در شریعت بود که خداوند واقعا در فیضش رو برای ما باز. امروز در فیض بازه برای همه میتونن وارد. اگه کسی هنوز اون فیض رو تجربه نکرده، بهترین فرصت امشب که در فیض بازه و در شریعت رو ببندیم. امشب در فیض رو باز کنیم و بریم ببینیم چه خبره در این فیض. آمین. به امید خدا. شکر واقعا. ممنون. خب بعد هم میتونم عزیز اگر موافق باشین تا خواهر شمیران یه استراحت کوتاهی داشته باشن. بله کریسمسه. بریم با هم دیگه یک موزیک ویدیوی دیگه کار خواهر عزیزم دریا که به زبان انگلیسی هست و ترجمه فارسیش میشه یک شب مقدس با هم دیگه ببینیم و برگردیم به برنامه. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining till He appeared and the soul felt its worth. گردید و شکار شد نوری
سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز. در قسمت پایانی برنامه هستیم. برای دوستانی که تازه به جمع پیوستن باید بگم که مهمان عزیز برنامه امشب ما خانم شمیران دانیل عزیز هستن با موضوع جذاب پیام کریسمس. خب خواهر شمیران حسابی خستتون کردیم. افتخار من هست. جا داره که بار دیگه تبریک بگیم این کریسمس رو هم به شما، هم به شمیران، هم به تیم پایه‌های ایمان و هم به شما عزیزان. و همطوری که شمیران در تمامی این پیام‌ها هرچند خیلی سریع ولی مختصر و مفید فرمودند، هر یک از اینها پیام هستش. خود عیسی مسیح وجودش پیامه و اینجاست که ما از فیض او، آخرین فکر کنم پیامی که فرمودید فیض بود، درسته؟ از فیض اوست، بخشش رایگان اوست که ما اینجا هستیم در خدمت شما عزیزان. اما لابده که برای هر یک از ما به صورت انفرادی هم تولد خداوندمون عیسی مسیح پیام و پیغام داره. اتفاقا من برگردم به الناز عزیز، ببینیم که بر تمامی این صحبت‌ها جای خودش کلن الناز برای شما کریسمس چه پیامی داره، تولد خداوندمون چه پیغامی داره؟ بعد امیت عزیز، برای من خیلی صحبت‌های خواهر شمیران جالب بود و واقعا یه تلنگری بود برای من که برای من به عنوان فرزند خداوند و یک ایماندار پیام کریسمس فقط نباید محدود بشه به این روزهای کریسمسی. باید برای من هر روز این پیام‌ها تکرار بشه و هر روز به عنوان فرزند خداوند، الان که افتخار کنم به خودم که خداوندی دارم که فداکار، به موقع حاضر میشه، دلسوز، فاعل، فیض رو عطا کرده، و هر روز این پیام ها رو با خودم تکرار کنم. و همونطوری که 365 بار همونجوری که خواهر شمیران گفتن توی کلام خدا اومده که نترسید، واقعا با هر چیزی که در روند زندگی، مخصوصا تو دنیایی که الان داریم زندگی میکنیم پر از بیماری ها، جنگ ها، مسائل مختلف هست، به خودم یادآوری کنم که خب غذای امروز من یکی از اون 365 مرتبه است که پدر آسمانی من و خدا گفته نترس، چون من کنارت هستم، در تو ساکن هستم و هیچ چیزی وجود نداره که از اون قادرتر باشه. و اون عشقی که خواهر شمیران توضیح دادن، عشقی که به خاطر من بها داده، قربانی داده و پیش قدم شده، قطعا سر وعده هاش میمونه و به اونها عمل میکنه. فکر میکنم باید هر روز این پیام کریسمس رو به خودم یادآوری کنم. بله، پس این برنامه مفید بوده. بله، بسیار پربرکت بود. بله، پرجلال با نام عیسی مسیح، خدا رو شکر. خب از شما بپرسم بعدم میتن عزیز، بر شما چه پیامی داشته؟ او خیلی، نه فقط خود این برنامه، خود این پیام ها، اصلا حضور وجود خداوندمون عیسی مسیح، همونطوری که به هر حال در صحبت ها هم شد پیام داره. برای من ببینید واقعیتش رو عرض بکنم، برای من زندگی بدون عیسی مسیح بی‌معنیه. یعنی زندگی نیست، فقط زیسته، چون میدونید زندگی با زیست خیلی فرق داره. زندگی که چیزیه که باش سر و کار داری، به هر حال بالا پایینا و غیره، اون نجات دهنده شخصی من هست، مال همه هست، ولی اون رابطه زیبایی است که شخص من میتونم با خود خدا داشته باشم. همینطوری که شمیران فرمودن در جاهای دیگه، باورهای دیگه اینه که ای انسان باید تلاش بکنه نهایتاً، ولی او میدونه تلاش انسانی ما نمیتونه، یه پله ما نمیتونه به تفاوت بریم، در نتیجه او اومد به تفاوت ما این کار آسون کرد. پس برای من واقعاً زندگی معنی داره عیسی مسیح. و من اتفاقاً این غلاطیان 2:20 رو بخونم، اینجا هم نوشتم که پولس رسول هم میفرماید با مسیح مصلوب شدم ولی زندگی میکنم، لیکن نه من بعد از این، بلکه مسیح در من زندگی میکنه. و زندگانی که الحال در جسم میکنم با ایمان بر پسر خدا میکنم که مرا محبت نمود و خود را برای من داد. ببینید اینجا میگه که محبت نمود و جانش را برای من. خب من چطور عاشق این خدای نباشم که او عاشق منه؟ و این عشقش که دو طرفه است. و حتی در صحبت هایی که یادم به فرمودید یه بخشش بود، با وفا، خدای با وفا، حتی ما اگر بی وفا باشیم، که خیلی وقتا میتونیم باشیم چون ما انسانهای عجیب غریبی هستیم، او باز وفا داره. شکر. پس برای من این پیغام زیبا رو همیشه داشته، مثلا در این برنامه هم که من هم برگردم به اون زندگی که با مسیح دارم بیشتر فکر بکنم. بله. و بگم که واقعا خداوندم، واقعا سپاسگزار تو هستم برای اینکه در زندگی من و ما
آمده ای و تو رو شکر میکنم و میتونیم به پدر آسمانی هم بگیم کریسمس مبارک واقعا، چون که اوست که این هدیه بزرگ رو برای همه ما داده. حالا در این راستا به ترتیب اینطوری اومدیم، ببینیم که خواهر شمیران برای شما خودتون این همه پیام آوردید و این همه هم در مسیح زندگی کردید، برای شما چه پیامی بود؟ برای من واقعا پیام کریسمس پیام نفس، همینطور که گفتید بدون این پیام، بدون این وجود نمیتونم زندگی بکنم. شما اشاره کردید برای من واقعا اکسیژن زندگی من هست عیسی مسیح. من اینجوری بهت بگم واقعا بدون اون هیچ مفهوم نداره زندگی. یعنی وقتی که بیاد میارم زندگی قبل از ایمانیم رو، بعد از ایمانیم رو، واقعا انسان مرده متحرک هست، زنده متحرک. ولی واقعا پیام کریسمس برای من همیشه اینی که واقعا همون خدای شخصی من شده. یعنی این عالی ترین چیز برای من در زندگی ملموس بوده که خدا خدای شخصی من شده. دیگه در جاهای دیگه دنبالش نبودم، بلکه او دنبال من اومده. اون رو من پیدا کردم در عیسی مسیح و به هیچ وجه حاضر نیستم این احساس رو با هیچ چیز دیگه عوض بکنم. خدای شخصی من، خدای منه، خدای بله. شمیرانه بله. اومده که شمیران رو محبت بله. کنه، اومده که با شمیران باشه، اومده که به شمیران بگه نترس. در چه واقعیته که هر سال اصلا نه برای کریسمس، من همیشه این رو برای خودم یادآوری میکنم، هر شب برای خودم یادآوری میکنم و هر شب برای این وجود او رو شکر میکنم که این حضور با ما هست. ما هر شب جلسات دعا داریم با عزیزان، ولی هر شب برای این حضوری که با ماست هر روزه شو گزارش هستیم. من. چون حضوری که همیشه با ماست، یه حضور پایدار و همیشگی، و این عالیه. برای من عالیه که او با من هست، خدا با منه. یعنی همیشه هر جا برم خدا با منه. داوود میگه هر جا بریم بالا زیر آب، بالای آب، هر جا بریم او با ماست. واقعا این کریسمس خدا خدای ماست. این خیلی مهمه. خیلی سریع این رو بگم که فرمودید که عیسی مسیح در شریعت رو بست. منظور نیست که ما هر دیگه کتاب مقدس رو بذاریم کنار، اینا ما میدونیم که شما چه فرمودید. شریعت رو بر دل ما گذاشت. آره دقیقاً. یکی از درهایی رو که بس همینه که شما بفرمایید دیگه، به جای اینکه من بگم خدای ابراهیم، اسحاق، یعقوب، چون یهودیا همیشه اینو میگفتن و بعد پولس رسولم به ما یاد میده میگه خدای من. این دیگه من این در بسته شد که بگم خدای او، خدا، چرا نگم خدای من، خدای شخصی من. و مرسی که این رو هم شما اشاره کردید. تشکر. مرسی. ممنونم خواهر شمیران. من میدونم که شما فرزند با غیرت خدا هستید و خداوند شما رو برای چالش‌های سخت انتخاب میکنه. یکی از چالش‌های سختی که ما الان داریم با این موضوع خیلی گسترده و خیلی عمیقی که داریم، من میخوام از شما بخوام که برای بیننده‌های عزیز ما و من یه جمع‌بندی کنیم. میدونم که خیلی کار سختیه، ولی مطمئنم چون شما فرزند با غیرت خدا هستید میتونید این کار انجام بدید. من خواهش میکنم اتفاقا در جمع‌بندی که بالاخره ما یه نتیجه میگیریم، در نتیجه گیری که ما به جایی میرسیم، همونطور که اولم گفتم چون این پیام ابعاد گسترده داره و از هر جنبه نگاه کنی پیغام داره و این همه پیغام و شاید پیغام‌های خیلی زیاد که سال‌ها پیش هم گفتیم و میگم شاید سال آینده اصلا یه پیغام دیگه، چون اینقدر پیغام‌های عالی در این نهفته است. ولی امشب میتونم به عزیزان بگم که امشب اتفاقا اون شبیه که به یاد بیاریم که خدا اون عشقش رو اومده برای ما ثابت بکنه. هنوز نچشیدیم اون عشق واقعی رو. خدا این عشق رو در امشب میخواد هدیه بده به ما. امشب میخواد هدیه کریسمس ما اون شب، یعنی هدیه کریسمس اون عشق واقعی او باشه. واقعا این هدیه رو باز کنیم، این عشق رو بچشیم، چون تا بازش نکردیم، تا نچشیدیم نمیفهمیم که چیه. و امروز امشب اون فیض رو، هنوز در فیض برای شما بسته است، میخوام بگم که امشب در فیض بازه. ببندین در شریعت رو، ببندین در کارهایی رو که میکردین و نتونستین خدا رو خوشنود بسازین. امشب شبیه که او برای ما این در رو باز کرده، او اومده کارهایی رو که ما باید میکردیم برای ما انجام بده. امشب میتونیم قدرت خدا رو در زندگی، اگه هنوز دست خدا رو، قدرت خدا رو، اون فاعل بودن خدا برای شما ملموس نبوده، امشب اون شبیه که خدا میخواد دستش رو نشون بده، قدرتش رو نشون بده. اگه تا حالا در ناامیدی به سر می بردید، در ترس و نگرانی بودید، امشب خدا میخواد به شما بگه نه ترس، من با تو هستم، خدای شخصی تو هستم، اومدم امانوئیل با تو باشم، اومدم شفا دهنده تو باشم. اگه هنوز هیچ وعده خدا رو در زندگی دریافت نکردی و فکر میکنی وعده ها مال تو نبوده، خداوند امشب میخواد بگه که
من امشب اومدم که وعده دهنده اومدم وعده ها رو در زندگی تو انجام بدم. اگه امشب واقعا کسی رو نداشتید قربانی، یعنی واقعا براتون بکنه، خدا قربانی اصلی رو برای شما انجام داده، کسی است که در داشناست، کسی که اومده با شما میخواد امشب گریه کنه، بخنده، همه ایناست. و با یک شعر تموم میکنم که آرزوی شاید ما باشه، میگه با من بمان تا در کنارت جان بگیرم، در این دنیای طوفانی نزدت آرام بگیرم. دیروز با نامت شدم آغاز، مگذار امروز بی نام تو پایان بگیرم. امشب که شب کریسمس، نذاریم که بی نام تو، بی نام او پایان بگیریم، چون او اومده با ما باشه و ما میتونیم با این نام شروع بکنیم و بریم. آمین. آمین. واقعا شکر. آمین. شکر برای این پیام زیبا. و دارم احساس میکنم که این موضوع امشب و جلسه امشبمون میتونه بهترین هدیه کریسمس امسال من باشه. شکر. چون بسیار بر من برکت داشت، واقعا نکات زیادی یاد گرفتم و واقعا شکر برای وجودتون و شکر برای این پیامی که مطمئنم که خداوند در قلبتون گذاشت که برای ما و بیننده‌های عزیز بیاری. اما بعدم میتن عزیز با نتیجه گیری که خواهر شمیران کرد، فکر می‌کنم اصلا دیگه جای صحبتی ندارم برای دعای اعتراف. اما برای دوستان عزیزی که واقعا تا الان قلبشون رو به عیسی مسیح ندادن و تمام این پیام‌های ملموسی که خواهر شمیران راجبشون صحبت کردن رو نتونستن تجربه کنن تو زندگیشون، خدایی که انقدر عاشق، وفادار، دلسوزه، هیچ جایی شما رو تنها نمیذاره، همیشه به وعده‌هاش عمل میکنه، میگه که شما مردمک چشمش هستید، اسم شما بر کف دستانش حک شده، شما جگرپارش هستید و نمیتونه هیچ کسی بیشتر از خداوند شما رو دوست داشته باشه. اگر چنین خدایی رو تجربه نکردید، اگر دوست دارید قلبتون رو به عیسی مسیح بدید، شاید بعضیتون بپرسید که لازمه که چه کاری انجام بدید. فقط کافیه که با تمام قلبتون به خاطر تمام گناهانی که انجام دادید نزد خود او اعتراف و توبه کنید و قلبتون رو به عیسی مسیح بسپارید. عیسی مسیح به روی زمین اومد تا شما رو نجات بده، بر روی صلیب رفت تا ما نجات رو داشته باشیم. پس اگر میخواین چنین خدایی رو تو زندگیتون داشته باشین و اسمتون در دفتر حیات ثبت بشه، بهتون پیشنهاد میکنم که با ما این دعا رو بخونید که برادر میتن عزیز زحمت میکشن، هم دعا بر روی صفحه گیرنده‌هاتون میاد، هم برادر میتن برای عزیزانی که کمسو هستن دعا رو میخونن، میتونید روش تعمق کنید و قلبتون رو به عیسی مسیح بسپارید. خیلی ممنون لطف عزیز، تشکر. واقعا همینطور هست که در چنین شبی در ابتدا هم مقدم عرض کردم خدمتون، اگر مایل باشید خودتون رو بسپارید به خداوندمون عیسی مسیح، بهترین شب هست و اصلا تمامی موضوع همینه که او آمده شما منو نجات بده و کلام خداوند به ما این اجازه رو میده، میگه که بچشید و ببینید که خدا نیکوست، تا نچشید نمیتونید متوجه بشید، اون وقت چشمان روحانی شما باز میشه. پس با من این دعایی که بر روی صفحه همینطور که الناز عزیز فرمودن پخش میشه دعا کنید، منم این رو میخونم برای عزیزانی که احیانا کمسو باشن. پر جلال باد نامت. ای خدای محبت و مهربان و بخشنده، امشب میخواهم به گناهان خود نزد تو اعتراف کنم. متوجه شدم که برای بخشش گناهان من عیسی مسیح را فرستادی تا جریمه گناهان مرا پرداخت نماید. امشب من با اراده خود تصمیم گرفتم به کار نجات بخش عیسی مسیح ایمان بیاورم. من اعتراف میکنم گناهکار هستم و میپذیرم که عیسی مسیح برای نجات بشر آمده است. من ایمان میاورم که او بر صلیب قربانی شد و روز سوم از میان مردگان برخاست. ای خدای قادر مطلق، به خاطر عیسی مسیح و اعتراف گناهانم مرا ببخش و مرا بپذیر. در نام عیسی مسیح دعا کردم و از تو طلبیدم. آمین. شکر خدا. آمین. شکر. هللویا. ممنون برادر میتن عزیز. خیلی عالی. آمین. و
برای دوستان عزیزی که موفق نشدن این برنامه پربرکت و پربار رو ببینن، باید بگم که تکرار برنامه رو میتونید شنبه 3 بامداد و چهارشنبه 10:30 صبح نگاه کنید. فکر می‌کنم خودم حتما هر دوتا تکرار رو ببینم، چون کلی نکته هست که باید برای خودم یادداشت کنم. و اما مهمان عزیز برنامه پنجشنبه ما با خوشحالی خانم شمیرا دانیل عزیز هستن با موضوع وفای به عهد. امیدوارم که توی اون ساعت بتونم همتون رو پای گیرنده هاتون ببینم و در کنار همدیگه از تعلیمات خواهر شمیرا برکت و تعلیم بگیریم. خیلی ممنون الناز عزیز و تشکر میکنم و خدا رو شکر میکنم برای ساختاری که داریم. کاملا اومدیم به چند دقیقه آخر و این چند دقیقه آخر رو اتفاقا در قلبم هست که دعای کلی داشته باشیم برای کشور عزیزمان ایران و مخصوصا شما عزیزان و همه دنیا. دقیقا درست مثل امروز یک هفته دیگه عزیزان سال 2020 تمام خواهد شد و بخوای نخوای همه چیز تمام خواهد شد. هر ثانیه از زندگی ما میگذره. پس من واقعا میخوام دعا کنم که سال 21 سال پربرکتی باشه. آمی. از هر نظر برای شما عزیزان، هرچند در وقت خودشم این رو ما دعا خواهیم کردم طوری که فرمودی هفته آینده هم این برنامه رو ما خواهیم داشت، اما همین حالا میخواهیم که در این شب پرجلال دعا بکنیم که عیسی مسیح زنده رو بپذیرید عزیزان. ببینید دو تا موضوع هست، یا ما آسمانی میشیم یا در زمین میمونیم. بعد که به ابراهیم نگاه بکنیم، اسحاق رو آورد و خدا برکت داد به او، گفتش که نسل اسحاق رو مثل ستارگان آسمان میسازم، ولی به اسماعیل گفت نسل اسماعیل رو مثل شنهای دریا میسازم. یعنی او زمینی است و او آسمانی است. بیایید ما امشب تصمیم بگیریم که آسمانی باشیم، زیرا او خواهد آمد و هیچ شکی در اون نیست. نجات دهنده دیگری نیست عزیزان، عیسی مسیح. پس عزیزان میخوام از تمام تیم پایه‌های ایمان با من متحد باشن، بذاریم که برای کشور عزیزمان ایران، مردم مظلوممون ایران دعا بکنیم تا شفای روحانی نیز پیدا کنن. آمین. پدر آسمانی، در نام خداوندمان عیسی مسیح، با تمامی مشکلاتی که 2020 داشت و هنوزم یک هفته دیگه مونده، ای خداوند، با هر تلاشایی که کردیم، ولی تو رو سپاس میگوییم که در پستی و بلندی ها با ما بودی خداوند، زیرا تو وعده داده بودی و دادی که تو رو هرگز رها نخواهم کرد. تو رو شکر میکنم که مسیح زنده امسال رو به آخر رسوندیم، اما با تو ای خداوند، با تو وقتی که به آخر برسیم اول میشود، وقتی که به اول برسیم آخر میشود، چون که تو خدا هستی ای خدای زنده، ای الف و یا، ای خدایی که غیر از تو خدای دیگر نیست. دعا میکنم برای کشور عزیزمان ایران، برای فارسی زبانان، برای مردم مظلوممون دعا میکنیم. به قوت نام عیسی مسیح زنده خداوند، مشکل امروز کشور ما فقط موضوعات تحریم ها و موضوعات مالی و بیماری ها و غیره نیست. یک مشکل اساسی که گره خورده در اونجا مشکل روحانی است، عدم شناخت تو ای خدای قادر مطلق، که هر روز متاسفانه توهین میشوی توسط خیلی از ما فارسی زبانان. شاید خودمون ندانیم. ما رو ببخش ای خدا، من توبه میکنیم به قوت نام عیسی مسیح، ما رو ببخش، زیرا چیزهایی میگیم بعضی وقتا اصلا شایسته آن صحبت برای یک انسان نیست، چه برسه به تو وصلش بدیم. و این نشون میده که یک نابینایی روحانی وجود داره. تو که کوران را شفا میبخشیدی، تو که چشمان آنها را باز میکردی، امروز دعا میکنیم به قوت نام عیسی مسیح زنده چشم روحانی مردم کشور ما را بر خودت باز کن. آسمان ایران را شفا بده، زمین ایران را شفا بده، زمین فارسی زبانان را شفا بده، تا برگردن تو که خدای قادر مطلق هستی، تو را بشناسن و نهایتا تو آنها را نجات بدی، زیرا آغوش تو برای هر کس که به طرف تو بیاید باز است، هر کس که میخواهد باشد. سپاست بگوییم به قوت نام عیسی مسیح، برای جلال اکرام نام تو دعا کردیم و ایمان داریم که تو شنیدی و ایمان داریم که محبت تو همواره پایدار و ابدی است. همه مردم جهان را دوست داری و حمدت میگوییم که ما را نیز این فیض را بخشیده که نجات یافتیم. سپاست بگوییم به قوت نام مسیح زنده. آمین. آمین. سپاسگزار خداوند هستم. آمین. شکر خدا.
آمین. تشکر از شما الناز، تشکر از شما شمیران و همچنین تیم پایه های ایمان و سپاسگزار خداوند هستیم. آمین. من از شما ممنونم. واقعا مرسی به خاطر این دعای زیبا و باقدرت بر مردم کشورمون. آمین که سال 2021 سال بهتری باشه برای همه ایمانداران، چه ایماندارانی که دارن خدمت میکنن تو جاهای مختلف، توی جنگ، توی مشکلات دارن خدمت میکنن، هم مردم کشورمون، و آمین که این خانواده ایمانی ما روز به روز بزرگتر بشه. بله. به امید روزی که کل کره زمین رو این خانواده بگیره. آمین. یعنی واقعا دعای من اینه و آمین که چنین اتفاقی بیفته. همینطور از شما خیلی ممنونم خواهر شمیران، خیلی بهمون برکت دادیم و شکر برای وجودتون. خیلی ممنون. باز کریسمس مبارک برای شما و همینطور برای عزیزان. سپاسگزارم. کریسمس شما هم مبارک. کریسمس شما هم مبارک. کریسمس خودم هم مبارک. کریسمس شما عزیزان هم مبارک و همچنین کریسمس تیم پایه های ایمان هم مبارک باشه و پرجلال با نام قدوس خداوند از سال تا ابد. امشب شب مخصوصی است عزیزان، فراموش نکنید او به خاطر تو آمد. محبت ندید اما محبت کرد. شبتون بخیر. کریسمس همگی مبارک. شب بخیر.